جوانان نیروی متحرک که با فعالیت‌هایشان می‌شود کشور را به سوی صلح و ثبات برد. بر بنیاد گزارش‌ها 68% نفوذ کل کشور را جوانان تشکیل می‌دهد، اما نبود کار، ناامنی و ده‌ها موارد دیگر از جمله چالش‌ها سر راه جوانان گفته شده و آنان را وادار ساخته تا سیلاسا به کشورهای خارجی مهاجرت کنند. اکنون شمار نهادهای مدنی که از وضعیت بد جوانان در کشور ابراز نگرانی کرده، حکومت را در برابر آنان به رفتار مصلحتی متهم می‌کنند. حکومت د تیرو دورو پچیر دا ځل هم د ځوانانو له مسلې سره نه یوازې سي عملي برخورد ونه کړ، بلکې مصلحتي برخورد یې وکړ. هغه برخورد سي ځوانان نور هم د تباهۍ او بربادۍ په لور باندې رهبري کړل. دې ته په کتو سره حکومت باید خپل مسؤلیت اجرا کړی وای. در عین حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر نبود کار، ناامنی و عدم دسترسی به تحصیل جوانان را در بخش‌های از کشور از جمله چالش ها صدرای جوانان گفته، از نهادهای ملی و بین المللی و مردم میخوان به جوانان بیشتر توجه کنند. دا ضرورت ده چې باید د دسې تریبیونو د رسنیو له لارې د دسې ټولنو له لارې غږ وشي په حکومت باندې، په پارلمان د افغانستان چې هلته خوشبختانه مونږ قلاتوال صاحب ځان سره لرو، چې دا هم وساتت شي د دسې غږونو په پارلمان کې، چې د هغې له لارې توجه وشي د ځوانانو ژوند ته. همزمان با این معین وزارت اطلاعات و فرهنگ که در این نشست سخن میزد، از سازمان ملل متحد خواست زمینه آموزش جوانان را در دانشگاه های بین المللی مساعد سازد. اگر سیزوانانو چی دی آقوی تعلیم که چه تیتوی یا دی آقوی نور ترینینگونه غواری دی نرای پو موست ایمپورتنت یونیورسیتیو که لکه اکسپورد و غیره که آقوی که باید زمونگ زوانانو تا دا موکی برابر یک مساری فیسی چیوی باید ملګری ملتونه په غاړه واخلي. با این همه مسئولان شبکی هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان که متشکل از 56 نهاد مدنی می باشد، ابراز امیدواری می کند که با فعالیت های این نهاد در امر کاهش مشکلات جوانان مومت واقع شود.